آغاز موج ششم کرونا در ایران، اعلام وضعیت قرمز در 77 شهر. بنابر اعلام وزارت بهداشت، 77 شهر ایران وارد وضعیت قرمز شده، 179 شهرستان در وضعیت نارنجی، 181 شهر نیز در وضعیت زرد قرار گرفتند و تنها 11 شهر در وضعیت آبی قرار دارند. برخلاف موج‌های پیشین، سویه اومیکرون قابلیت انتقال پذیری بالاتری دارد، به طوری که روند گسترش همه‌گیری این سویه از ویروس کرونا تصاعدی افزایش یافته و حتی کودکان را هم مبتلا می‌کند. طبق آمار وزارت بهداشت، 20% مبتلایان به سویه اومیکرون کودک و نوجوانند. با این حال، حتی مقامات بهداشتی هم آمار واقعی مبتلایان را بسیار بیشتر از آمار رسمی می‌دانند. لذا تعداد بیماران واقعی خب خیلی بیشتر از اون تعدادی هست که گزارش میشه و ممکن هست در طی هفته‌های آینده حتی تا 100,000 بیمار در روز هم ما در واقع مبتلا به اومیکرون داشته باشیم. افزایش شدید آمار مبتلایان به سویه اومیکرون نقشه رنگبندی وضعیت کرونا در ایران را تنها طی چند هفته کاملا دگرگون کرده و وزیر بهداشت هم از اعلام آماده باش به تمامی مراکز بهداشتی کشور خبر می‌دهد. همه دانشگاه و علوم پزشکی و مراکز درمانی ما در آماده باش 100% هستند. آماده باشی که با توجه به فشار مستمر بر کادر درمانی و کمبودهای نظام سلامت طی 2 سال گذشته، بدون حمایت مالی در پرداخت به موقع حقوق و اضافه کاری کادر تزریق واکسن و مدیریت بهینه، اثر چندانی نمیتواند داشته باشد. پرسنلمون متاسفانه اونا هم به توجه به اینکه بالاخره 2 سال درگیر کرونا هستن، خسته شدن و خودشون هم درگیر هستن. همین امروز چند مثبت پرسنلمون هم حالا زیاد شده بود. پرسنل واقعا با بیماری دارن میان سر کار. لطف کنن واقعا پروتکل ها رعایت بکنن. ماسک حتما ماسک مناسب بزنن. دوز سوم واکسن رو حتما تزریق بکنن. الان رده سنی که برای اطفال برای واکسیناسیون تعریف کردن. لطف کنن واکسن اطفالشون هم تزریق بکنن. از سوی دیگر تاکنون تنها 25% از جمعیت کشور دوز سوم واکسن را دریافت کردند. مسئولین دولتی مانند وزیر کشور تقصیر پایین بودن درصد کم تزریق دوز سوم واکسن را عدم استقبال مردم عنوان می کنند. این متاسفانه درصدی که ارجاع مراجعه کردن برای واکسن دوز سوم بسیار کم نسبت به اونچه که انتظار می رفت. در حالی که مشاهدات میدانی از کمبود کادر درمانی و واکسن حکایت می کند. مانند ازدحام مردم پشت در یکی از مراکز واکسن در عراق، و یا در تبریز. تو این وضعیت کرونا همه دارن همدیگر رو میکشن به خاطر اینکه نوبت بگیرن. تازه ساعتاشو محدود کردن، قبلا شبانه روزی بوده، الان محدودش کردن. تنها راه مهار موج ششم ناشی از سویه اومیکرون، تزریق دوز سوم واکسن به حداقل 80% جمعیت کشور و اعمال دقیق پروتکل‌های بهداشتی توسط مردم و نهادهای حکومتی است. رها باوند.